بریم به کتاب تثنیه باب 8 آیه 18. کتاب تثنیه کتاب تکرارها، کتابی است که موسی نوشته و طبق هدایت روح القدس و آنچه رو که بیان کرده اونیست که تو قلب خدا هستش. آمین. چند نفر با ما میدونید که آنچه که در کلام هست یعنی آنچه که خدا فکر میکنه؟ هللویا. آنچه که خدا تو قلبش وجود داره. آمین. کلام خدا چیزی نیست که یک رویا باشه، یک چیزی باشه که صرفا ما ازش بیخبریم، بلکه کلام خدا چیزی است که خدا میخواد ما هم گوش شنوا به جهت اون داشته باشیم. پس تثنیه باب 8 آیه 18 رو براتون میخونم. میگوید یهوه خدای خود را بیاد آور. هللویا. خیلی مهمه دوستان عزیز که ما در طی شبانه روز در هر موقعیتی که هستیم یهوه خدای خود را بیاد بیاریم. میدونید یک درخت، یک نهال همیشه آب رو بیاد میاره، همیشه خورشید رو بیاد میاره، اون حیات خودش رو میبینه. حیات ما در خداونده و موسی میگوید یهوه خدای خود را بیاد بیار. فراموش نکنیم، نمیگوید که مشکلات خودت رو بیاد بیار، نمیگوید که غمهای خودت رو بیاد بیار، نمیگوید که گذشته خودت رو بیاد بیار. گذشته گاهی وقتا خوبه، گاهی وقتا نه، خوب نیستش. اکثر ما تجربیات تلخ و شیرینی داریم. میگوید یهوه خدای خود را بیاد بیار. خیلی مهمه که ما بدونیم یهوه خدای ما چه قلبی داره که او را بیاد بیاریم. ادامه میده، تثنیه باب 8 آیه 18 هستیم. زیرا چون به این دلیل که اوست که به تو قوت میدهد. هللویا. میتونیم با هم بگیم خداوند متشکرم که تو به من قوت میدی، من تو رو به یاد میارم چون قوت من از توست. عزیزانی که سرود درست میکنید، این یکی از اون جاهاست که میتونید براش درست کنید. بگید قوت من از توست، از سوی تو و بحر توست. ها؟ کلام خدا میگوید نه به قدرت نه به قوت، بلکه به روح من به جرأت، به اون قوتی که از روح القدس میاد. مسیح در اعمال رسولان باب 1 آیه 8 میگوید بمانید در اورشلیم به شاگردان تا روح القدس بیاد قوت بیابید. هللویا. اون میدونه ما به قوت احتیاج داریم. زیرا به تو قوت میدهد. اگر شما ضعیف هستید، اگر در خودتون ضعف رو تجربه میکنید، بگید خداوند قوت تو رو دریافت میکنم. همین الان دستتو بلند کن، بگو خداوند قوت تو رو دریافت میکنم تا توانگری پیدا نمایی. دوباره من این کلام رو میخونم. زیرا اوست، یعنی زیرا خداست که به تو قوت میدهد تا توانگری پیدا نمایی. ترجمه مژده میفرماید قدرت و ثروت، قدرت و ثروت پیدا نمایی. وقتی راجع به توانگری صحبت میکنه موسی در تثنیه باب 8 آیه 18، به همه جوانب زندگی ما اشاره میکنه. میدونیم ما گاهی وقتا اینقدر روحانی هستیم فقط چیزهای روحانی رو میخواییم تجربه کنیم. این در حالیه که ما نیازها داریم، حالا به هر دلیلی تعارف میکنیم یا این که فکر میکنیم اگه بگیم زشت هستش به خداوند. ولی میگوید چی؟ یهوه خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست، زیرا خداست که به تو قوت میده تا توانگری پیدا نمایی در هر زمینه زندگی تو. هللویا. تو رو شکر میکنم برای توانگری، برای قدرت، برای آنچه که تو میخوای در زندگی من اتفاق بیفته. تا که چی بشه؟ تا عهد خود را برای پدرانت که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد. هللویا. خداوند عهدی رو گفته، پیمانی رو بسته. خداوند چندین پیمان در کلامش با مردم مختلف میبنده. با ابراهیم پیمان میبنده، با نوح پیمان میبنده قبل از ابراهیم، با موسی در عهد عتیق و در عهد جدید توسط عیسی مسیح پسر خدا با ما عهد میبنده. میگوید تو رو قدرت میده، تو رو توانگری میده که چی بشه؟ که عهدی رو که گفته رو استوار بداره. خدا میدونه برای اینکه اون عهدی که میدونید عهد معمولا بین دو طرف است. وقتی یه خانوم و یه آقا میستن در برابر کشیش و اونها رو عقد میکنه، اونها هر دو در واقع دارن عهدی رو با هم نگه بندن. برای این عهد انگشتری بین هم نگه رد میکنن، نه؟ در زمینه بیزینس وقتی شما یک عهدی رو میخواید، پیمانی رو میخواید ببندید، امضا میکنید، قول میدید، یک مفادی رو اشاره میکنید بهش. ها؟ خداوند عهد بسته. هللویا. قبل از که ما به دنیا بیایم و که او را میپذیریم به عنوان نجات دهنده خودمون،
اون عهد رو با ما میخواد استوار بکنه. چقدر از ما بودیم که قول دادیم خداوند من از این به بعد میخوام تو رو متابعت کنم، میخوام تو رو پیروی کنم، میخوام تا آخرین لحظه عمرم با تو باشم. من از این دنیا در تعمید آب ما این کار رو میکنیم، در تعمید آب ما میگیم من از این دنیا دل بریدم، من دیگه مال این دنیا نیستم، من میخوام تا ابد برای تو زندگی کنم. مادامی که روی زمین هستم، حتما خیلی از شما موقع دعای توبتون این رو به خداوند گفتید، میخوام تا آخر لحظه زندگی برای تو باشم. خدا میخواد این عهد رو استوار کنه. میدونه ما ضعیفیم، گاهی وقتا ما انسان ها عهدامونو میشکنیم. از کجا میدونی که شیلاتان در ازدواج ها، در قولایی که میدیم؟ من خیلی ها بودن در گذشته گفتم بردلاتان ما هستیم، ما میایم آمریکا با شما خواهیم بود و و و و و، ولی خیلی از مردم اون عهد رو انجام نمیدن چون انسان هستن، چنان که امروز شده است. اما سوال اینجاست دوستان عزیز، دلیل خدا برای توانگر شدن ما چی هستش؟ چه دلیل داره خدا میخواد ما توانا بشیم، توانگر بشیم؟ آیا خدا نیاز داره؟ آیا خدا محتاجه؟ آیا خدا این کارو میکنه که کم نیاره؟ مردم بگن به بچه خدایی؟ سوال این هستش، دلیل خدا برای توانگر شدن ما چی هستش؟ در یک تعریف، در یک خط، اگر می نویسید براتون میگم، دلیل خدا برای توانگر شدن ما این هستش که عهد خودش رو چنان که در آیه خواندیم بر روی زمین بنا کنه. هدف خدا برای توانگر شدن ما این هستش. مسیح در دعای خودش، در دعای ربانی میگوید دعا کنید، بگید ملکوت تو چنان که در آسمانه بر زمین برقرار بشه. چند نفر میدونیم که هدف مسیح از این دعای نیست که او یک سیستم سیاسی رو برقرار کنه که در سلطنت هزار ساله او خواهد آمد و بر روی همین زمین با ما سلطنت خواهد کرد در عدالت، در راستی. ما میدونیم اینو، اما الان آنچه که لازمه که بر زمین برقرار بشه چی هستش؟ آنچه که الان در آسمانه. در آسمان چی هست؟ در آسمان ضعف نیست، در آسمان مرگ نیست، در آسمان بغض و کینه نیست، در آسمان مرض نیست، در آسمان خیلی چیزایی که ما امروز داریم تجربه میکنیم وجود نداره. بعضی از ما هستیم که مدت هاست عزیزی رو که دوست داریم رو نتونستیم ببینیم، برامون سخت هستش، به دلایل مختلف دست روزگار این کار کرده. چقدر سخته نه؟ در این دو سه هفته گذشته که عزیزان ما به خاطر ایمانشون دستگیر شده بودن، من به این فکر میکردم چقدر پدر مادرها براشون سخته که فرزند ما الان کجاست؟ آیا جای خواب داره؟ آیا غذای مناسب داره؟ آیا دارن شکنجهش میکنن؟ خیلی از ما این چیزها رو داریم تجربه میکنیم تو زندگیمون، کجدار و مریض. ما لیست دعاها داریم، در انتها برای شما دعا خواهیم کرد البته، ولی هدف خدا اینه که آنچی که در آسمان هستش، آنچه که الان در آسمان داره اتفاق میفته، یه چیزی داره در آسمان اتفاق میفته نه، همان بر زمین کرده بشه. و ما میدونیم جایی که خدا هست در آنجا آزادی است، جایی که خدا هست در آنجا غم نیست، اشک نیست، درد نیست، چنان که در مکاشفه باب 20-21 میگه، 19 میگه، 20-21 میگه، میگه اونجا اشک نیست، اونجا غمی نیستش. خدا میخواد بر زمین، بر زندگی ما جاری کنه. اگر خوب تمام عهد عتیق رو مطالعه بکنیم دوستان، خواهیم دید که خداوند مداومن به کسانی که کاملا با او راه برن، با او قدم بردارن، وعده برکات مادی میده. مرتب اینو میبینیم. گاهی وقتا ما ایمانداران، گاهی وقتا ما خادمین نمیخوایم این حقایق رو بپذیریم، بنا به دلایل مختلف. شاید از زمینه مذهبی اومدیم، حالا اگر کاتولیک هستش، اگر اسلامی هست، هر چی هستش، فکر میکنیم هر چی ما فقیر و بدبختر باشیم روحانی تر بشیم، که اگه اینطور باشه همه فقرهای دنیا و گداها الان باید خیلی روحانی باشن. ولی واقعیت نیستش. واقعیت اینه که در عهد عتیق، از ابراهیم بگیرید، از همون آدم و حوا بگیرید، در همون باغ عدن میگه خداوند وقتی ایشان آفرید شبیه خودش آفرید، شبیه خودش آفرید. ما میگیم از نظر روحانی شبیه خدا هستیم، آمین. اما آیا در خدا فقر هست؟ آیا در خدا مرض هست؟ آیا خدا در خدا درد و جدایی و غم و غصه هست؟ نه. وقتی ما را شبیه خودش آفرید، آنچه که در نظر داشت اینه که
آن برکتی که در خدا هست در ما دانلود کنه. مثل یک مهندس، مثل یک مخترع که چیکار میکنه؟ آنچه که درست میکنه اینه که در افکار او یک چیزی در اتفاق میفته، اون رو در اون دستگاه، در اون چیز، در اون نقاشی، در اون چیزی که داره خلق میکنه انجام میرسونه. نه، خدا آنچه که در قلبش این بودش، دلیلی که ما رو آفرید این بود که ما موفقیت و برکت او را تجربه بکنیم. هللویا، جلال بر نام عیسی مسیح. بعد میریم به نوح نگاه میکنیم، بعد میریم به ابراهیم نگاه میکنیم، به موسی نگاه میکنیم، به دانیال نگاه میکنیم، به خیلی از مردان و زنانی که در کلام خدا هستن، میبینیم چجوری خدا حتی نظر مادی اونا رو بلند میکنه. هللویا، این خواست خداست. خدا هرگز در فقر ما، در ضعف ما، در درد ما، در بیماری ما، در مشکل ما جلال نمیابه. مثل اونه که ما برم پیش یک کسی که مسیحی نیست بگه ببخشید شما چرا مسیحی شدید؟ من مسیحی شدم چون که دیگه خداوند همه دردها رو به دردهای زمین و آسمون رو من ریخته، پس من الان در مشکل هستم، بدبخت هستم، اگه میشه کمک مالی من بکنید؟ این خواست خدا نیست دوستان، این خواست خدا نیستش. پس برکات مادی او چیزیست که در عهد عتیق مداومن برای کسانی که با او راه میرن، با او زندگی میکنن قرار داره. البته کسایی هستن در دنیا که موفقیت های زمینی و دنیوی دارن، ولی چند نفر از ما میدونیم که اونها از جانب خدا نیستش. عیسی هیچ وقت امپراتوری زمینی برای خودش بنا نکرد. ما نمیخونیم که عیسی مسیح ملکوتی داشته باشه. وقتی از او پرسیدن عیسی کجا زندگی میکنی، کجا میخوابی، گفت من جایی برای سرنهادن ندارم. یادتون میاد؟ اما به معنی است که او فقیر بود. به معنی است که او گدا بود. حالا صبح پا شدیم میخوایم خدمت کنیم، میشه پتروس یه ماهی هم بگیریم؟ ما گرسنمون هستش. آیا میخوایم بریم بشارت بدیم؟ میخوایم بریم به نیازمندا برسیم؟ کمکم کنید، من نمیتونم. اون چیزی که خیلی از وقتا در خدمات ما دیده میشه که نیاز داریم از نظر مالی درها باز بشه برای خدمت ما. نه، عیسی فقیر نبودش. من دلایل محکمی دارم که عیسی فقیر نبود. یکی از اون دلایل اینه که وقتی که عیسی به دنیا آمد، در آخر ایرانی ها، افرادی که از شرق آمده بودن، مجوسی ها، برای عیسی طلا و نقره آوردن. اینقدر طلا و نقره آورده بودن که به همراه اون 3-4 تا مجوسی یک لشکر ارتشی هم همراه اونها بودش. هللویا. ما میخوانیم که چگونه عیسی مسیح بدونی که در فقر باشه، در سختی باشه، در مشکل باشه، هللویا، جلال خدا در خدمتش دیده میشه. هللویا. او بزرگترین دهنده‌ای هستش که روی زمین ما تا حالا دیده ایم. هللویا. عیسی مسیح سخاوتمندترین فرد ممکن بر روی زمین بوده. از نظر انسانی دارم میگم. او جان خودش رو برای تمام بشر داد. خدای ما خدای خسیسی نیست. خدای سخاوتمندیه. خدایی است که دستش بازه برای عمل کردن. او گفت بطلبید به شما داده خواهد شد. بکوبید که خواهید یافت. فراموش نکنید دوستان عزیز. او با جان، با ارزش خودش بشر رو نجات داد. بیایید عزیزان بر اثر قدم‌های او با هم دیگه گام برداریم. هیچ کس وجود نداره که واقعیت رو بیایم با هم نگاه کنیم. هیچ کس وجود نداره که نخواد موفق بشه. خیلی از اتفاقاتی که داره روی زمین برای ما اتفاق میفته، در اطراف ما، در زندگی خودمون، به خاطر که میخوایم موفق بشیم، ازدواج بهتر داشته باشیم، موفقیت بچه هامون، برطرف شدن نیاز مالیمون، سلامتی جسممون، موفقیت در خدمت و و و و. او خداوند عزیز، هرگز اجازه ندیم، هرگز اجازه ندیم که هیچ کس، هیچ فکری به ما این تعلیم و عقیده رو بقبولنه که موفقیت چیز بدی هستش. موفقیت چیز بدی نیست. موفقیت چیز خوبیه. موفقیت زمانی بد میشه که برای جلال خدا استفاده نکنی، برای خودخواهی خود استفاده کنی، برای موقعیت‌های زمینی خودت استفاده کنی، برای جا و مقام خودت استفاده بکنی. اما موفقیت بسیار عالی هست اگر ما اون رو برای جلال نام خدا استفاده میکنیم. هللویا، هللویا. حتی خدا هم میخواد در صید جانها موفق بشه. حتی خدا میخواد که مردم نجات پیدا بکنن.
حتی خدا میخواد که آنچه که هدف نهایی او بوده برای بشر و بر روی این خلقت برای اونها اتفاق بیفته. بیاید با هم دیگه به تثنیه باب 30 آیه 19 نگاه بکنیم، آیه که چند روز پیش خدمتتون گذاشتم. تثنیه 30 19 باز کنیم با هم دیگه. اینجا موسی میگوید، دوباره داره صحبت میکنه از جانب خدا البته، من آسمان و زمین را شاهد میگیرم. هم آسمان هم زمین رو شاهد میگیرم. الان آسمان و زمین شاهد هستن برای آنچه که در این آیه گفته میشه که امروز زندگی و مرگ، برکت و لعنت رو در برابر شما قرار میدم، در برابر الاتان قرار میدم، در برابر همه انسان ها قرار میدم. هر انسانی در زندگیش این حق رو داره، این موقعیت رو داره که چی؟ برکت و لعنت، زندگی و مرگ رو، هللویا، برش تصمیم بگیره. جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. خدای ما خدای زورگویی نیستش. گاهی وقتا ما میخوایم به زور چیزی رو تسخیر کنیم. خدای ما بر در قلب ما میسته و میکوبه و اجازه میده که ما تصمیم بگیریم. دوستان عزیز میگوید زندگی و مرگ، یعنی حیات و مرگ، برکت و لعنت رو در برابر شما قرار میدم. مثل یک تابلوی میمونه که جلوی شما هستش، مثل یک تصویر تلویزیونی میمونه که جلوی شما هستش. میگوید پس، خداوند اینجا داره صحبت میکنه دوستان، موسی داره میگه پس زندگی رو انتخاب کنید تا شما و فرزندانتان زنده بمانید. حیات رو انتخاب کنید. خوشا به حال شما اگر حیات رو انتخاب کردید. خوشا به حال شما اگه قلبتون به عیسی مسیح سپردید. خوشا به حال شما اگه خانوادهتون این تصمیم رو گرفتن، که اگه نگرفتن دعا کنیم که خداوند اونها رو ملاقات بکنه، که چی بشه؟ که شما و فرزندانتان زنده بمانید. خداوند داره روحانی صحبت میکنه دوستان. در این حالی که روی زمین اون چند سالی که برای ما مقرر شده، خدا میخواد ما این حیات و برکت رو تجربه کنیم. جلال بر نام خداوند. خداوند میخواد که فرزندان او برکت رو بیابن. انتخاب حیات، خوب دقت کنیم دوستان عزیز، انتخاب حیات به منزله انتخاب خداوند، دوست داشتن او، گوش دادن به او و چسبیدن پایدار به او هستش. هللویا. یک بار دیگه میگم این تعریف رو، انتخاب خداوند. بدونیم ما گاهی وقتا بعضی کلمات و اصطلاحات رو استفاده میکنیم ولی متوجه نمیشیم دقیقاً چی داره میگه. ولی وقتی خداوند میگه حیات رو انتخاب کنید، به منزله این هستش که خدا رو دوست داشته باشیم، به او گوش کنیم و به او بچسبیم مداوما. هللویا. به او بچسبیم، به خداوند بچسبیم، به خودمون نچسبیم، به آنچه که روی زمین هست نچسبیم، بلکه به آنچه که در او هست بچسبیم. آن موقع است که خداوند ما رو برکت میده. انتخاب به خداوند به مفهوم انتخاب حیات هستش، زیرا خود خداوند حیات هستش. خود خداوند حیات هستش. حیات در شما نیست، حیات در خداونده. برکت در شما نیست، در خداونده. البته ما حق انتخاب داریم. این ما هستیم که انتخاب میکنیم با گفتن و بیان کردن، با اعلان کردن. اگه با اعلام میکنیم من بدبختم، من بیچارم، خب من دارم انتخاب میکنم این حرف رو بزنم. اما انتخاب میکنیم که بله من مشکل دارم، ولی من برکت یافته خدا هستم، اون موقع است که برکت خدا جاری میشه. بریم به عهد جدید، یه آیه دیگه نگاه میکنیم. یوحنا 10:10 آیه معروف رو براتون میگم، بیانیه معروف عیسی مسیح، انجیل یوحنا باب 10 آیه 10. عیسی مسیح میگوید دزد نمیآید، منظور شیطان هستش، دزد نمیآید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. پس آنچه که داره زندگی شما رو نابود میکنه، آنچه که به ضد برکات خدا در کلامش هستش، او دزد هستش، او شریر هست. چرا ما از خیلی از وقتا مسیحیان میگن خدایا چرا اتفاق داره میفته؟ چرا تو از من اینو گرفتی؟ چرا از من این کار کردی؟ من ایماندارای زیادی میشناسم که عزیزیشون رو از دست داده، هنوز میگن خدا این عزیز رو از من گرفت. کلام خدا میگوید دزد نمیآید جز دزدیدن، کشتن و نابود کردن. این کار شریره که میخواد امور مالی شما رو نابود بکنه. این کار شریره که میخواد از نظر جسمی به شما آسیب برسونه. و این خواست خدا نیست. ادامه آیه رو نگاه کنیم با هم دیگه. من عیسی میگوید،
من آمدم، عیسی 2000 سال پیش اومده، نه؟ من آمدم تا ایشان حیات داشته باشن. میتونید بگید متشکرم ای خداوند، هللویا، من دریافت میکنم حیات تو رو، من میپذیرم حیات تو رو، من اعلان میکنم حیات تو رو، هللویا، برکت از جانب توست. با اون مثل اون سرود زیبای ایرانی میگویم برکت ندایی نروم نروم. تو در کلامت گفتی حیات رو میدی، تو گفتی که حیات رو اومدی اعلام بکنی در زندگی من، من حیات رو دریافت میکنم. و بعد میگوید که من آمدم تا ایشان حیات داشته باشن و از آن به فراوانی بهره مند شوند. به فراوانی، هللویا، به فراوانی. تمام جوانب زندگی شما را، فرزندان شما را، ازدواج شما را، جسم شما را، کشور ما ایران را، هللویا، خدا میخواد به فراوانی برکت بده. که اگر در ایران برکت نیست، که اگر در افغانستان برکت نیست، به خاطر که دزد داره میدزده و از بین میبره و هلاک میکنه. در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم بر سرزمین ایران خداوندا، دعا میکنم برای پارس که برکت و حیات تو جاری بشه عیسی زنده. حیات فراوان، حیات فراوان، این خواست خدا هستش. حیاتی که عیسی میده حیاتیست روحانی، دوستان عزیز. حیاتی نیست که یه چیزی رو بزنه درست کنه و یه چیز دیگر خراب بکنه. میدونید در دنیا موفقیت هست، مردم با گناه کردن، با دروغ گفتن، با کلک زدن، با روش‌های دنیوی خودشون یک برکاتی رو دریافت میکنن. او چقدر من موفقم، چه خونه‌ای دارم، چه ماشینی دارم، چه جواهراتی دارم. اما آنچه را که خدا انجام میده، چنانکه یعقوب میگوید باب 3، میگوید تمام چیزهای نیکو از آسمان میاد، آن چیزهای روحانی در زندگی ما ماندنی است. حیات که با تمام پوری خدا پر شده، هللویا، با تمام پوری خدا. او خداوند عزیز، تمام پوری خدا، نه اون چیز کوچیکی که من و شما بهش راضی هستیم. کافیه که من شرایطم درست بشه، از این شهر بیام برم اون شهر، این خونه کوچیکم بزرگتر بشه. نه عزیزان، بلکه چیزی بالاتر از اون چیزی که من و شما داریم فکر میکنیم. آن حیاتیست مملو از شادی، سلامتی و قدرت که تا به ابد دوام داره، تا ابد ماندنی هستش. موضوع اینجاست که من و شما باید فکرمون رو عوض کنیم، فکرمون رو برداریم از اون چیزی که بهش قانع بودیم، از اون چیزی که شاید به ما گفتن که اگه توی مهندس بشی، یه دکتر بشی، موفق میشی. بله البته میشی. من دیدم کسایی که درآمد بیشتر دارن خیلی موفق‌تر هستن. اما فقط این نیستش، بلکه آنچه که در فکر خدا الان برای شما داره میگذره. چند لحظه فکر کنیم دوستان. خداوند تو الان برای من چه فکری داری؟ یک فکر خدا برای شما داره، برای فرزند شما داره. عزیزی گفتن که برای فرزند من که میخواد به دنیا بیاد دعا بکنه، الان دعا میکنیم البته، ولی فکری داره خداوند برای او، دلیلی داره. کلام خدا میفرماید که خدا فکر عالی برای شما داره. فکرای خدا به ضد ما نیست. این شریره که فکرایی که داره به ضد ماست و طوری وانمود میکنه که فکرای خدا برای ما فکرای بدی هستش، فکرای منفی هستش. او خودش دزده، او خودش اومده تا از بین ببره، ولی فکرای خدا فکرای عالی هستش. خدا میخواد من و شما خوشحال باشه، هللویا. خدا میخواد من و شما خوشحال باشیم. آن شادی که در عیسی وجود داشت. یک آیه رو من خیلی دوست دارم. در یکی از اناجیل میگه عیسی مسیح وقتی در راه جتسیمانی میرفت، در راه رفتن به باغ جتسیمانی، میگه سرود میخواند. هللویا. کلام خدا میگه پولس و سیلاس در زندان سرود میخواندن. شادی واقعی. شادی که به موقعیت ما نمیرسه. نه اینکه حالا اگه من در یک کاخی نشستم پس من شادم. بردل ناتان، شما صداتون از جای گرم در میاد، شما در آمریکا هستید، البته اینجا گرمه و شما جای گرم نشستید، وضعیت رو خوبه، نمیدونید در ما چی میگذره، واقعا نمیدونم بر شما چی میگذره. ولی موضوع اینجاست که در شادی خداوند، هللویا، کلام خدا میگه شادی خداوند قوت شماست، هللویا، شادی خداوند. عزیزان شادی دنیوی رو در پیش نباشیم.
که اگر من الکل میخورم دقایقی شادمان هستم، که فردا سردرد میگیرم، که مشکلات دوباره به سوی من میان، است محکومیت بر من میاد، مواد مخدر، الکل، جنس مخالف، هر چیزی که الان در دنیا متاسفانه به صورت غلط وجود داره. بلکه شادی که از جانب خدا هستش، شادی که به موقعیت نمی انجامه، که حالا موقعیت من بهتره، به به چه ازدواج خوبی دارم، که البته ازدواج خوب خوبه، من مخالف اون نیستم، بلکه آنچه که در خداوند است. یه گاهی دیگه با هم نگاه میکنیم، بریم به افسوسیان باب 3 آیه 19 و 20 عزیزان، هللویا هللویا، با هم نگاه کنیم افسوسیان 3 19 و 20. اینجا پولس رسول میگوید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است. عزیزان، در این دقایقی که من در خدمت شما بودم فکر کنم بیش از نیم ساعت باهاتون صحبت کردم، یک ساعت داره میشه با شما صحبت کردم، راجع به یک معرفتی صحبت میکنه، راجع به یک محبتی صحبت میکنه که فراتر از دانش و معرفت من و شما هستش. محبتی که فراتر از معرفت بشری است رو بشناسید. او خداوند، چشمان کلیسا رو باز کن، چشمان الاتان رو باز کن که محبت تو رو بشناسه. هللویا هللویا، خدای ما خدای پر از محبت هستش. تو از همه کمالات خدا آکنده شوید، لبریز بشید از تمام معرفت خدا، از همه کمالات. هللویا، خواست خداست که اون کاملیتی که در خدا هست در ما قرار بگیره دوستان عزیز. هللویا، از کمالات خدا، جلال باد بر او. هللویا، پولس داره میگه، میتونید با هم بگیم جلال باد بر او. اونایی که در ایران هستید بگید، بگید جلال باد بر او. بگذارید که تمام بام ایران اینو بشنوه. ما از دور میگیم جلال باد بر نام او، که میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است. هللویا، یک نیروی در ما فعاله. این نیروی فعال خود خداست. این نیروی فعال روح القدسه. این نیروی فعال اون عظمت تولد تازه است در مسیح. به وسیله آن نیرویی که در ما فعال است داره کار میکنه، بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم. فزونتر، عزیزان چند لحظه به این کلمات خوب دقت کنیم، فزونتر، بالاتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. هللویا، جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. شما میگید من درد دارم، خداوند میگه درد تو بر من روی صلیب برای بیماری تو مردم. شما میگید ازدواج من مشکل داره، دیشب سر با گریه رو بالش گذاشتم، خداوند میگه میخوام ازدواج تو موفق کنم. شما میگید من پناهنده هستم، آواره هستم، در کمپا زندگی میکنم، در ترکیه زندگی میکنم، خداوند میگه من مثل تو بودم وقتی اومدم رو زمین، من میدونم مشکل تو چیه و خدا میخواد تو رو بالا بکشه. کافیه باور کنیم که محبت او ورای اون چیزیست که ما فکر میکنیم، ورای اون چیزیست که ما تصورشو میکنیم. فکر خودمون تبدیل بدیم، مثل گدایان نریم در حضور خدا، خدا منو بده، تو رو خدا اگه وقت میکنی بده، آخه من بیچاره هستم، آخه من درمانده هستم. مثل فرزند به حضور خدا بریم، مثل فرزند در حضور خدا بایستیم، چون افسوسیان 3 19 و 20 میگوید که او محبتی ورای فکر بشری داره، ورای معرفت بشری داره، که میخواد تمام کمالات خودش رو، او خداوند عزیز، او خداوند عزیز، تمام کمالات خودش رو در ما قرار بده. پس اگر فقر در زندگی شما هست، اگر درد هست، اگر جدایی هست، اگر غم هست، اگر افسردگی هست، اگر هر چی هستش که جز اون آیه که یوحنا 10:10 میگوید که شیطان میاد میدزده هلاک میکنه، بگید به نام عیسی مسیح از خودم دور میکنم، باطل میکنم و در عوض دریافت میکنم تمام برکات خدا را، دریافت میکنم فکرهای خدا رو، چنان که در تسنیه 3:19 میگوید حیات و برکت بیشه تو میذارم، انتخاب کن برای خودت، برای بچه هات، برای کشورت انتخاب کن. داره با اسرائیلی حرف میزنه. هللویا، دریافت میکنم ای پسر خدا. رویای خودمون رو دوستان بزرگ کنیم و فکر مسیح رو جایگزین افکار مذهبیمون بکنیم.
افکار پوسیده انسانیمون. هللویا. فکر مسیح. هللویا. بعضی از ما باید این کارو بکنیم، کلام خدا رو بذاریم، بگیم خداوندا این کلام رو در فکر من، در قلب من، در وجود من دانلود کن. من میخوام کلام تو در من جایگزین بشه. این الاتان بمیره، این الاتان نظر روحانی بمیره و نظر روحانی فکر خدا در او قرار بگیره. بیاید آنچه را که در قلب خدا هست که اسمش ملکوت خدا هستش، با این فکر تازه بر زمین برقرار کنیم. عزیزان، از خودمون شروع کنیم، از خودمون، از زندگی خودمون. چطور میتونیم زندگیمون درمانده و بیچاره باشه، ازدواجمون از همه پاشیده باشه از همه طرف، و بگیم خدا محبته، خدا زنده است؟ هللویا. بیایم فکر خودمون رو تبدیل بکنیم، بگیم من میخوام آنچه را که در قلب خدا هستش رو در زندگیم انجام. عزیزانی که با من تماس میگیرن میگن برادر نتان میخوایم طلاق بگیریم، بهشون میگم عزیزم طلاق انتهای کار نیست، آخری بهترین راه کار، چاره برای موفق شدن طلاق نیست، بلکه ایستادن، دریافت کردن برکت خدا، دریافت کردن آنچه که در قلب خدا هست رو تو زندگیمون. اون چیزیست که شما رو موفق بکنه. هللویا. بیایید فکرمون تبدیل بکنیم عزیزان، تا نیازهای مردم رو برآورده کنیم. فکرمون رو تبدیل کنیم. او خداوندا، فکر منو تقدیس کن. رومیان 12:2، فکری تازه به من عطا کن. ایمانی مسیح گونه داشته باشیم، نه ایمانی انسانی. مسیح چه جور ایمانی داشت؟ وقتی یک بیمار میدید میگفت به نام من برخیز. هللویا. دستور میداد. شاگردان این کار کردن در اعمال رسولان باب 3، رفتن جلوی اون گدایی که در مقابل در معبد نشسته بود، گدایی میکرد، گفتن ما رو طلا و نقره نیست. دقت کن عزیزان، پتروس دروغ نمیگه. باب قبل در باب 2 اعمال رسولان پول زیادی به کلیسا رسید، به این شکل که ایماندارا هر آنچه که داشتن رو فروختن، آوردن دادن به شاگردان، دادن به خادمین خدا. اونا پول داشتن، اونا دروغ نمیگفتن، اونا چیز دیگه گفتن. آیه رو خوب نگاه کنید، ما چیزی بالاتر داریم، برتر داریم، چیزی برتر از مادیات، برتر از موقعیت‌های زمینی داریم، و اونی که به نام عیسی مسیح برخیز و بخرام. هللویا. آیا ما چیز برتر داریم دوستان؟ آیا اقتدارمون در مسیح دریافت کردیم؟ آیا متوجه شدیم که در مسیح من قوت هر چیز رو دارم یعنی چی؟ آیا میتونیم فرمان بدیم به کوها جا به جا بشن؟ آیا میتونیم فرمان بدیم به مشکلات، به غمها، به افسردگیها؟ شخص 20 سال ایمان آورده هنوز در افسردگیه. مگه میشه جای روح قدس باشه و افسردگی باشه؟ فکرمون رو تبدیل بدیم، بگیم به نام عیسی مسیح زنده من فرمان میدم این افسردگی از من دور شو، از من دور شو، تو در من جای نداری. ازدواجتون با مختل روبرو شده؟ با مشکل روبرو شده؟ بیستید، دست همسرتون رو بگیرید، بگید به نام عیسی مسیح او شفا رو اعلام میکنم در ازدواج خودم. جسمتون مشکل داره؟ دست بگذارید، بگید به نام عیسی مسیح به زخمای مسیح من شفا یافتم، من شفا رو دریافت میکنم. تثنیه 3:19، برکت رو انتخاب میکنم. جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. کلام خدا میفرماید مؤمن را همه چیز امکان دارد. هللویا. مؤمن را همه چیز امکان دارد. هللویا. تو رو شکر میکنیم ای خداوند، تو رو شکر میکنیم خداوند. ما رو ببخش که اینقدر محدود هستیم، ما رو ببخش که اینقدر محدود فکر میکنیم ای خداوند، ما رو ببخش که اینقدر نگرانیم ای خداوند. و این در حالیه که تو در متی 6:33 به ما گفتی نگران نباشید ای خداوند. ما رو ببخش که نگرانیم، بر ما رحم کن ای خداوند، فکر ما رو تغییر بده ای مسیح جان. بیا از ما شروع کن، اگر میخوای ایران رو عوض کنی از من شروع کن ای خداوند، از ما شروع کن ای خداوند. تغییر بده، فکری نو، دیدی نو. او عیسی، تو رو شکر میکنیم برای اینکه هر آنچه که اشتباه بود، هر آنچه که منفی بود، هر آنچه که به درد نخور بود،
با خود بر صلیب میخکوب کردی و قبر بردی و روز سوم مظفرانه برخاستی و حیات و دولت و برکت و شفای خودت رو برای ما به همراه آوردی، که ما امروز میتونیم بگیم به زخمای تو شفا یافته ایم خداوند عزیز، که میتونیم دست بذاریم بگیم به نام عیسی مسیح من شفا یافته هستم، چون در مسیح قدرت هر چیز را داریم. ای خداوندا تو رو ستایش میکنیم، ای بره خدا تو رو شکر میکنیم برای فتح و ظفر، تو رو شکر میکنیم که تو روی صلیب از بین نرفتی ای خداوندا، تو روی صلیب شکست نخوردی بلکه با قیامت از مردگان روز سوم شریر را سرش کوبیدی، دوز را سرش کوبیدی که دیگه نمیتونه هلاک کنه، که دیگه نمیتونه از بین ببره. او خداوند فکر ما را تغییر بده، کلیسای ما را، خادمین ما را، زندگی ما را بالا بکشه خداوند، که در نام پر جلال تو بتونیم در عظمت و دولت و برکت تو زندگی کنیم. تو رو شکر میکنیم برای افسوسیان باب 3 آیه 19 و 20 که میگه بیش از اونیست که تصور میکنید و فکر میکنید خدا میخواد انجام بده. خداوند تصورات ما رو بزرگ کن، تصورات ما رو شفا بده خداوند عزیز، که بتونیم در حضور تو تصور کنیم، در حضور تو ببینیم که چگونه یک مریض شفا پیدا کرده. اون کسی که پاش میلنگید فلج بود امروز داره راه میره، که بتونیم ببینیم ازدواجی که با مشکل بود امروز شفا یافته. ای خداوند تصورات ما را شفا بده، فکرای ما را عوض کن، ما را نجات بده عیسی جان.